سلام دوستان، کیفیت زندگی آدم ها خیلی وقت ها توی شکل مرگ اونا هم تأثیر داره. معمولا اشخاصی که آدم های آروم و بی‌حاشیه‌ای هستن اگر بدشانسی نیارن و گرفتار اتفاقات یک بار نشن، معمولا توی شرایط نرمال و معمولی تری میمیرن. اما خب آدم هایی که به اصطلاح سرشون درد میکنه، برای دعوا و درد سر احتمال اینکه با مرگ فجیع تری از دنیا برن خیلی زیاده. ولی خب امروز پرونده مردی رو با هم بررسی میکنیم، پرونده قتل مردی که توی تهران ماه گذشته به قتل رسید، مردی که خیلی آروم و بی‌حاشیه بود اما خب جونش به طرز وحشیانه ازش گرفته شد. با من همراه باشید تا جزئیات این پرونده دردناک رو با هم بررسی کنیم. ساعت 6 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 4 مرداد 1401 اهالی یکی از محلات جنوب شرق تهران، خیابون نبرد، متوجه شدند که یک خودرو ال90 به شکل عجیبی داخل یکی از کوچه‌ها به صورت دوبله پارک کرد و خبری هم از رانندش نیست. سد راه شدن اون ماشین چیزی نبود که آبرین و اهالی محل بتونن بهش توجه نکنن. برای همین وقتی که دیدن از رانندش خبری نیست، با پلیس تماس گرفتن تا بلکه مامورها بیان و بتونن با تماس گرفتن با راننده ماشین اون رو پیدا کنن. اما خب توی همین لحظات بود که بعضی از افرادی که دور ماشین ایستاده بودن متوجه یک چیز عجیبی شدن. درهای اون ماشین باز بودن اما سویچی روش نبود. پلیس‌ها خودشون رو به کوچه گزارش شده رسوندن و از اون طرف هم هر چقدر با تلفنی که توی سیستم نیروی انتظامی از صاحب ماشین بود تماس گرفتن، کسی جواب نداد. به هر حال با سد معبری که پارک دوبله اون خودرو ایجاد کرده بود، باعث شدش که پلیس به سرعت با استفاده از جرثقیل ماشین رو به پارکینگ انتقال بده و وقتی هم که خودرو از حالت مزاحمت در اومد، ماموران پلیس با فراغ بال بیشتری شروع به جستجوی داخل ماشین کردند. جستجویی که خیلی زود اونا رو شوکه کرد. ماموران پلیس به یک باره توی پارکینگ دیدن که داره از صندوق عقب خودرو خون میچکه و وقتی که در صندوق عقب رو باز کردن، در کمال تعجب جسد مرد میانسالی رو دیدن که در قسمت کمرش پارگی عمیقی وجود داشت. بعد از استعلام مدارک ماشین معلوم شدش که صاحب ماشین یک مرد 57 ساله بودش که جعفر نام داشت. با این اطلاعات ماموران بلا فاصله با خانواده جعفر تماس گرفتن و متوجه شدن که مقتول دو اسم داره و در اصل به مهدی معروفه. خانواده مهدی به مامورهای نیروی انتظامی که اون موقع خودشون رو معرفی نکرده بودن گفتن که مهدی صبح از خونه به مقصد اداره رفت و دیگه ازش خبری ندارن. به هر صورت با تماس کارگاه‌ها با محل کار مهدی معلوم شدش که اون همون روز یک مرخصی نیمه وقت از اداره گرفته بود و بیرون زده بود و بعد از اون هم دیگه کسی ازش خبر نداشت. جنازه مهدی به پزشکی قانونی منتقل شد و ساعاتی بعد از بررسی‌های دقیق‌تر معلوم شدش که مرگ اون در اثر برخورد یک جسم تیز مثل چاقو و یا قمه به پشت کمرش بوده و حدود 4 ساعت هم بود که از مرگش گذشته بود. خلاصه به هر نحوی که بود پلیس خانواده مهدی رو در جریان قتل اون مرد قرار داد و تحقیقات برای پیدا کردن قاتل شروع شد. مهدی مرد بسیار آروم و بی‌حاشیه‌ای بود. اون یک کارمند سربازی رو بی سر و صدا بود که صبح سر کار می‌رفت و بعد از ظهر هم وقتی که به خونه برمیگشت کل حواسش به زندگیش بود و این خیلی عجیب بود که به این شکل فجیع توسط کسی کشته بشه. طبیعتاً این قتل نمیتونست به دلیل سرقت اتفاق افتاده باشه، چون قاتل هم خود ماشین رو نبرده بود و همین که همه مدارک و پول و کارت‌های بانکی مهدی توی جیبش و داخل داشبورد ماشین دست نخورده بودن. برای همین بود که کارشناسای پلیس حدس می‌زدن این قتل کار یک آشنا بوده باشه و به احتمال زیاد به خاطر دشمنی و یا هر موضوع دیگه‌ای میتونست اتفاق افتاده باشه. خلاصه با تکمیل شدن پرسجوها از خانواده و نزدیکان مهدی، پلیس‌ها به سراغ دوربین‌های مداربسته‌ای که توی خیابون‌های اطراف نصب بودن رفتن و به سرنخ مهمی رسیدن. اونا تصاویر یک مرد میانسال و یک پسر جوان رو دیدن که حوالی ظهر با استراب و استرس زیاد ماشین رو به اونجا آوردن و بعد هم رهاش کردن و با عجله از اونجا دور شدن.
خوشبختانه کیفیت تصویر در حدی بود که میشد از چهره پسر جوان داخل فیلم استفاده کرد و با بزرگ کردن و تطبیق دادن چهره اون به وسیله برنامه‌های پیشرفته پلیس، خیلی زود اون که اسمش کیوان بود و 19 سالش بود شناسایی شد. حدود 8 ساعت بعد از کشف جسد مهدی بودش که مامورها بلا فاصله به سمت خونه کیوان توی محله عطابک تهران رفتن و اون رو خیلی راحت دستگیر کردن. کیوان بعد از دستگیر شدن به اداره آگاهی منتقل شد. اون توی بازجویی‌ها به کل منکر هر ارتباطی با قتل مهدی بود و میگفت که به هیچ وجه مقتول رو نمیشناسه و با توجه به تفاوت سنی که با اون داشت دلیلی هم نداشت که باهاش رابطه داشته باشه. اما خب ماموران اداره آگاهی فقط به حرفای اون بسنده نکردن. اونا بعد از دستگیری کیوان خونشون رو مورد بازرسی قرار دادن و داخل خونه با تیزبینی متوجه فرشی شدن که لکه های کمرنگی مثل لکه های خونه شسته شده روی اون بود. از لکه روی فرش بلا فاصله نمونه گیری میشه تا بلکه با آزمایش DNA بشه تشخیص داد که آیا اون خونها ربطی به قتل مهدی داشته یا نه. خب جواب آزمایش ها و تطبیق DNA چند روز بعد اومد و مشخص شدش که نمونه لکه خون روی فرش با نمونه خون مقتول مطابقت داره و به این ترتیب بودش که کاراگاه های پلیس با قرار دادن همین نتایج در برابر چشمان کیوان کاری کردن که اون دیگه راهی به جز اعتراف نداشته باشه، اعترافی که آه از نهاد همه اونهایی که توی جلسه بازجویی حضور داشتن برآورد. کیوان میگفت که مهدی در واقع دوست پدر اون بود و اون به واسطه پدرش باهاش ارتباط داشتش. 2 ماه قبل از رخ دادن این اتفاق هولناک کیوان از مهدی مبلغ 2 میلیون تومان قرض خواسته بود. اما خب این وسط مشخص نیستش که آیا پدر کیوان در جریان قرض گرفتن این مبلغ بوده یا نه. اما به هر صورت مهدی قبول کرده بود که 2 میلیون تومان به کیوان قرض بده. اینکه کیوان با اون پول چیکار میکنه مشخص نیست، اما هر چی که بود بعد از مدتی که مهلت پس دادن قرض به سر میرسه اون هیچ پولی برای پس دادن به مهدی نداشت. کیوان میگفت که مهدی بارها از اون خواسته بود که مبلغ قرضش رو بهش پس بده. خب این خیلی عجیب بود که کیوان مبلغ به این کمی رو نمیتونست فراهم کنه. اما عجیبتر اتفاق بعدی بود. کیوان وقتی دیده بود که طلبکارش ولکنش نیست و مدام از اون پولش رو میخواد، یک روز مهدی رو به خونه خودش دعوت میکنه تا باهاش در مورد موضوع طلبش صحبت کنه. مهدی اون روز سر کار رفته بود، یک مرخصی نیمه وقت میگیره و راهی خونه کیوانینا میشه. البته مشخص نیستش که آیا پدر کیوان در جریان این موضوعات بوده یا نه، اما به هر حال مهدی اون روز خونه کیوانینا رفته بود و ساعت 2 بعد از ظهر وقتی که مهدی توی خونه کیوان داشت با اون در مورد طلبش حرف میزد، خیلی زود بین اونا جر و بحثی شکل میگیره. وسط این بگو و مگو کیوان عصبانی میشه و با چاقویی که همراه خودش داشت ضربه کشنده به کمر مهدی میزنه. مهدی بعد از خوردن ضربه روی زمین میفته و درست توی همین لحظات بودش که پدر کیوان وارد خونه میشه و در کمال ناباوری دوست خودش رو غرق در خون میبینه که داشت نفسهای آخرش رو میکشید. کیوان ترسیده بود و نمیدونست چی کار کنه، اما خب در نهایت پدرش که دیده بود دعوا و درگیری با پسرش فایده ای نداره به اون کمک کرده بود تا جنازه مهدی رو توی صندوق عقب ماشین خودش بگذارن. اونا ماشین مهدی رو در حالی که جسدش توی صندوق عقب بود به خیابون نبرد بردن و از شدت استراب و ناچاری اونجا توی یکی از کوچه ها ولش کردن و خودشون هم فرار کردن. بله، بعد از این اعترافات در نهایت پدر کیوان هم به جرم کمک به اختفای جسد توسط پلیس بازداشت شد. خب همونطور که در ابتدای برنامه گفتم این قتل در ماه گذشته رخ داده و با هوشیاری پلیس خوشبختانه متهمانش هم خیلی زود دستگیر شدن و در حال حاضر در بازداشت به سر میبرن. ولی خب باید منتظر بود و دید که دادگاه چه تصمیمی برای اونا میگیره. بله دوستان، واقعا دردناکه برای اون خانواده‌ای که فهمیدن عزیزشون فقط و فقط به خاطر 2 میلیون تومان کشته شد. 2 میلیون تومانی که پول خودش بود و از روی محبت و مهربونی به اون پسر قرض داده بود. مطمئناً اگر مهدی میدونست که با طلب پولش به همچین سرنوشت وحشتناکی دچار میشه، هیچ وقت به سراغ اون پول نمیرفت.
ممنون میشم که در رابطه با پرونده امروز حتما نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برام بنویسید عزیزان. مرسی که وقت گذاشتید و امروز هم تا انتها با من همراه بودید. مراقب خودتون خیلی خیلی باشید. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.